سلام و درود هواداران ورزش رقم یک دنیا. میدان تیجی باز در علاقه از تاپ خبرهای فوتبالی را پیشکش شما میکند. ریال و میلان به دور نیم نهایی لیگ چمپیون ها برآمدند. آنها کریستیانو رونالدو باشد پس از بازی با مخلصان بین پایش را نشان داد. با این و دیگر معلومات جالب در برنامه امروز شما را آشنا میکنیم. در اول میخواهم تورس فرناندو را تبریک گویم که اولین شده به سوال گذشته ما جواب درست داد. اگر خواهید که در ویدیو آینده موافقت در کامنتاری نویسید این معلومات درباره کدام فوتبال باز است. این ویدیو با سرپرستی یک ساخته شد. رگیستراسیا آسان، پر کردن مبلغ از سوی گوشه و کانال دنیا و کوفیسیانت های بلند، ولی مهمتر از همه بونوس $300 در اولین پرداخت با پروموکد میدان. معلومات ضروری در کامنتاری. با همه موفقیت. میکل آرتتا با آرسنال پیشرویی زیاد کرد و برای اون که لایحه او بازم بهتر شود، روبریت دسته برایش در روزنه ترانسفری تابستون مبلغ کانون جدا خواهد کرد. این با اون نگاه نکرده که دسته در این موسم چمپیون شده میتواند یا اینکه نه. طوری که نشریه گیو می سپورت خبر میدهد، هدف اساسی لندنیو در تابستون این خریداری دکلان رایس از وستخم میباشد. با اون نگاه نکرده که شرطنامه رایس با وستخم همگی یک سال دیگر عمل میکند، آرسنال آماده است که برای خریداری او 90 میلیون یورو صرف نماید. خود دکلان به قرار آمده است که دستش را عوض کند و وستخم برای او نه کمتر از 100 میلیون طلب خواهد کرد. میبینیم که آنها در نتیجه به 90 میلیون آرسنال راضی میشوند یا اینکه نه. طبق معلومات ژورنالیست استیو کی، دسته لندنی همچنین به حملهگر استون ویلا اولی واتکینز هوسمندی دارد. شخصا میکل آرتتا ترانسفر او را از روبریت درخواست کرده است. واتکینز پس از آمدن امری به دسته یک بار هنرنمایش بهتر شد و اکنون سوال اساسی این است که آیا او از استون ویلا رفتن میخواهد یا اینکه نه. وریانت دیگری پرقوت کردن خط حمله این ویلفرید زاها میباشد. طبق معلومات ژورنالیست سانته واونه، آرسنال امکانیت خوب دارد تا زاها را به پول به دست آورد، زیرا تابستون شرطنامه ویلفرید با کریستال پلاس به انجام میرسد. ترانسفری به پول چنین فوتبالباز در حقیقت بمب است. کریستف گالتیه در انجام موسم از وظیفه سرمربیگی پسژ برکنار کرده میشود. در این باره ما در چندین ویدیوهای خود گپ زده بودیم. حالا باشد جزئیات دیگر را نشریه خبر دادند. گفته میشود که دایرکتور ورزشی پاریژیو لویش کامپوش در دوم این هفته به شهر دوحه قطر میرود تا با رهبریت اولی دسته، یعنی با نفران نزدیک به اویله امیری قطر، مسئله سرمربی نوی دسته را حل و فصل کند و البته خروج کردن گالتیه هم آنجا مسئولیت نماید. حادثه های اخیری که با گالتیه رخ دادن احتمال رفتن او را از دسته بازم بیشتر کردند. ما سخن های ناجای او را نسبت مسلمان ها و سیاه‌پوستان در نظر داریم که درباره این در یکی از ویدیوهایمان معلومات پورا داده بودیم. برای آنهایی که خبر ندارند، کوتاهک میفهمانیم که با کریستف گالتیه در یک دسته بازی کردن شماره زیادی فوتبال بازان سیاه‌پوست و مسلمان ها پسند نبوده است. او این سخن ها را در دوره سرمربیگی خود در نیتسا به زبان آورده است که تنها امروز این معلومات افشا گردید و ناراضیگی جامعه فوتبالی را به میان آورد. همه این حادثه به نفع پسژ است، زیرا آنها نه تنها از پشت نتیجه بدی دسته، بلکه همچنین با بهانه این نقش هم گالتیه را خروج خواهند کرد. نشریه فوتمرکاتو مینویسد که نامزد رقم یک برای پسژ این زینیدین زیدان میباشد. شایخوی قطر تول امید دارند که میتوانند زیزو را به دسته خود دارند. خودی زیدان در این باره چی اندیشه دارد معلوم نیست. تنها همین اش انیق است که شایخوی قطر برای به دست آوردن زیدان با شایخوی عربستان سعودی خیلی جدی رقابت خواهند کرد. سخن اوید مبلغ های کیهانی میرود. دسته النصر که رونالدو اونجا بازی میکند آماده است به زیدان برای دو موسم 120 میلیون یورو پیشنهاد کند. ما باوری داریم که پسژ هیچ گو به زیدان اینقدر معاش نخواهد داد. از این خاطر همش از آن وابسته است که زیدان دسته اروپایی رو با معاش کمتر قبول میکند یا اینکه دسته عربی رو با معاش کیهانی. اوید النصر گپ زده و خاطر رسان میکنیم که دسته رونالدو دوره نه چندان خوب را اثر گذرانیده شده است. الکی دو بازی پیام اونو غلبه کردن نمیتوانند. در رقابت دیروزه که دربی شهر اریوز بود، النصر ضد الهلال رقابت کرد. الهلال با شرافت دو پنالتی تونست غلبه به دست آورد، ولی در اجرای النصر باشد ما تنها یک چند لحظه جالب را با اشتراک کریستیانو رونالدو دیدیم. در یکی از حالتها کریستیانو با اصول های MMA گردن رقیب خود را خفه کرد و او را قریب به نکاوت روان کرده بود. آن پس از انجام بازی باشد کریستیانو دیگر احساسات خود را نگاه داشته نتوانست و به طرف مخلصان الهلال که تمام بازی نام مسی را میگرفتند بین پای خود را با دست قپیده با آنها نشان داد. مقصد او را به فکرم فهمیدید. هر باخت و هر مساوی را در النصر رونالدو خیلی احساساتی پسی سر میکند. چون حالت ها را ما در رقابت های قبلی که النصر غلبه کرده نمیتوانیست مشاهده کرده بودیم. اما همه این مسئله دویم درجه است. چیزی که برای مخلصان النصر تشویش آور است این موقع دویم دسته در جدول میباشد که اگر امشب الاتحاد غلبه کند پس آنها 6 امتیاز از صدرنشین جدول
خفه میمونند. این هم در حالی است که تو انجام چمپیونات همگی 8 دور دیگر است. روخت گرفتن النصر به لیگ چمپیونی آسیو زیر سوال مانده است. ناپولی به همه وایمویش در این موسم نگاه نکرده به لیگ چمپیون ها خیر خوش کرد. پس از خوراکشی لیگ چمپیون ها همه باوری داشتند که از طرف راست جدول ماز نیاپولیتانی ها به فینال میبرند. ولی میلان در لیگ چمپیون ها تجربه بیشتر دارد و از این چیز استفاده نمود. رسانه‌ای در رقابت ضد ناپولی همه مینوس های تاکتیکی آنها را استفاده کردند که برای این چیز میسازد با استفانو پیولی تحسین آفرین گفت. برای نیاپولیتانیو ضد دستایی که در خط حمایت میشیند و فوتبالی پوزیسیونی نشان میدهد بازی کردن خیلی دشوار است و میلان ماز با همین اصول ضد دستای اسپالتی بازی کرد. الیوی ژورو در دقیقه 43 حساب بازی را کشید. هرچند در این مدت حساب میتوانست الکای 2-0 باشد زیرا حملگر فرانسوی قبل از این پنالتی را زده نتوانسته بود. ناپولی در قسم دوم کمی جدی‌تر بازی کرد و همه امکانات را داشت تا کامبک کند. در دقیقه 82 قویچا کوارتسخلیا پنالتی را به هدف رسانیده نتوانست. این خطاگی خود را حملگر گرجستانی هیچگاه فراموش نخواهد کرد. در نهایت در دقیقه 3 اضافگی اسیمخن گل زد ولی آن وقت الکای دیر شده بود. همینطور میلان به دور نیم نهایی لیگ چمپیونان راه یافت. در همین وقت و ساعت ریال مادرید در سنفر بریج در مهمونی چلسی بازی کرد. با در نظر داشت هنرنمای بدی لندنیو در سانتیاگو برنابهو ما تخمین کرده بودیم که آنها برای ریال هیچ مشکلی سازمان داده نمیتوانند ولی در میدان خود شاگردان لمپارد خیلی خوب بازی کردند. هم با باوری توبرونی میکردند و هم لحظه گلزنی سازمان میدادند ولی نگولو کانته دو لحظه 100% گلزنی را استفاده کردن نتوانست. همچنین میتوانیم لحظه ضربه کوکوریلیا را به خاطر آوریم که اونجا هم چلسی میتوانست گل زند. همینطور چلسی لحظه های خود را یک از دست میداد و در نتیجه ریال اورومونا از کنتراملاو دو گل به هدف رساند. هر دوی گل ها را رادریگو زد که یکی اش را با اصول کریستیانو رونالدو جشن گرفت. در نتیجه حساب عمومی 4-0 و ریال مادرید در 13 موسم اخیر 11 بار به پل فینال لیگ چمپیونان راه یافت. در حقیقت نتیجه کیهونی. با همین تمام دوستان با شما بود کانال میدان تیجی و من بهروز ارتیکف. خیر تا برنامه دیگر. موفق و پیروز باشید.